در حکمت 127 فرماید که من قصر فی العمل ابتلی بالهم، کسی که در عمل کوتاهی بکنه دچار اندوه خواهد شد. اونجایی که باید عمل کنه عمل نکنه، بعدن قصه و اندوه خواهد خورد، دیگه هم فایده نداره. باید در دنیا کار میکرد، از این سرمایه‌ای که در اختیارش استفاده میکرد کوتاهی کرده، کار نکرده، عمل نکرده، میتونست روزه بگیره روزه نگرفته، میتونست نماز بخونه نماز نخونده یا نماز رو خوب نخونده، میتونست انفاق کنه نکرده. انفاق های واجب رو عرض میکنم، گرچه مستحب هم حسرت داره. در عمل کوتاهی کرده، کی دچار افسوس و قصه و اندوه میشه؟ زمانی که بهش میگن که بفرما، اونجا دادش بلند میشه، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، برم عمل کنم اون چی که نکردم، چی که ترک کردم. بله، یکی از نامه های روز قیامت یوم الحسره هست. از هنگام احتضار قصه شروع میشه، هرچند اون طرف تر میریم قصه بیشتر میشه. بله، گاهی اینم اتفاق میفته، منتها این خیلی کمه. معمولا تا موقعی که انسان پرده ها کنار نرفته متوجه نمیشه چه کار کرده. بله، میتونه. اگه اینجور باشه خیلی خوبه، اینکه انسان بخواد در دنیا از خواب بیدار بشه خیلی خوبه، چون باز جای جبرانش هست. که جای جبران نیست، قصهش همیشگیست، نگام احتضاره که دیگه قصه همیشگیست. در دنیا میگه نماز نخوندم، قصه میخوره، شروع میکنه نمازشو خوندن و اصلاح میکنه و جبران میشه، یعنی قصه از بین میره. اگر در دنیا انسان از خواب بیدار بشه قصه از بین میره، اما در آخرت نه. در اونجا دیگه هرچی داد میده بهش چی میگن؟ کلا. یه رب ارجعون چی بهش میگن؟ کلا، انها کلمتون هوا قائلها و من براهم برزخون الی یوم یبعثون. اصرار میکنه، چند آیه پایینتر همین سوره مبارکه مؤمنون اصرار میکنه، قیل اخسئوا ولا تکلمون، برو گم شو، اخسئوا برید گم شید، با من حرف نزنید. این خیلی تنها جایی که اخسئ اومده در قرآن هم یه جاست. اخسئ اون نهیبی که به سگ میزنن، به سگ میگن برو گم شو، در عربی میگن اخسئ، تنها همین یک جا اومده که اصرار میکنن که برگردیم به دنیا، اعمالی که انجام ندادیم انجام بدیم، شما بگید گم شو، حرف نزد با من، این گول باشه رفت. اونجا افسوس دیگه اونجا خیلی زیاده. عمل برای عمل واقعی دیگه. نه نه، واجبات بله، مستحبات هم برای خودش جایگاهی داره، اما اون چیزی که حسرت داره چیه؟ واجباته. حسرت مال واجبات. اگه ضایع نکرده باشه حسرت چندانی نداره، گرچه اونم ممکنه حسرت داشته باشه، ولی حسرت واقعی زمانی است که انسان واجبات رو نخونده باشه یا انجام نده باشه یا ضایع کرده باشه. خونی که قبول نمیشه اون یه مشکل دیگه است. چرا چیکار کردم که نماز قبول نشد؟ حضور قلب نداشته باشه. خب واجبه که انسان حضور قلب داشته باشه. واجبات مهمه، واجبات در اولویت. آنچه که حسرت داره ضایع کردن یا انجام ندادن واجبات. مستحبات هم طبیعی است که یک قبطه داره، یک قصه داره، اما زود برطرف میشه.
مقدار نیست که یک نفر رو کارهای بد میکنه اونو تشکیل کنه به حیوان. اون حیوان خدا حیوان آفرید، همین سگ رو سعی این به سگ یعنی من تردش کنم که نفس به آدم یه همچین چیزی بگن گر همین این آدم از اون حیوان هم بد تردش بعدش بیاد حیوان زور نمیده اون حیوان نه نکرده. یعنی حیوان قصه میخوره اگه شما بگی که بله. بینفر بگید اولاق اون اولاق قصه میخوره میفهمه اولاق که شما فلانی بهش تشبیه کردی با قصه بله. اگه رنجی اولاق ببره ناراحت بشه که چرا فلانی گفتی اولاق خب بله ولی بله اولاق که حرف سرش نمیشه خود خودم این کار کرده اولایکه کل انعام اینا واسه حیوانات بله. خب ولا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیبون اگه کسی در مال و نفس خودش بهره‌ای برای خدا قرار نداده باشه خدا هم به او حاجتی نداره نیازی به او نداره یه چند تا سوال وجود داره سوال اول این که مگه خدا ما نیاز داره ان تکفر انتم و من فی الارض جمیعا فإن الله لغنی حمید ما چه نیازی خدا با ما داره چه حالا حضرت فرماید که خدا حاجت نداره به کسی که در مال و جانش برای خدا نصیبی نباش این سوال اول و سوال دوم این که در مال و جان ما برای خدا نصیب باشه یعنی چه دیشب من باز برای اولین بار تو یک هفته این بحث های پرسمان رو ندیده بودم دیشب دیدم این سوال رو مطرح کرده بودن که اگر ما به جنگ داعش نریم آیه قرآن خونده بود که هر کس به جنگ داعش هر کس در راه خدا با جان و مالش نجنگه ایمان نداره پس ما مؤمن نیستیم ما کافریم چون به جنگ داعش نمیریم اینو من توضیح دادم که به همین بحث امروز خیلی مناسب خیلی مناسبت داره سوال اول این بود که مگه خدا ما نیاز داره که حضرت فرماید که بنده‌ای که در مال و جانش برای خدا بهره‌ای قرار نداده باشه خدا هم به او نیازی نداره خدا هم به او حاجتی نداره سوال اینه که مگه خدا ما حاجت داره که حالا بیم بله بله دوستان متوجه سوال شدن تو قرآن هم داریم من ذلذ یقرض الله قرضا حسنا کی حاضره به خدا قرض الحسنه بده خدا چه نیازی به قرض الحسنه ما داره خودش خالق همه این هاست ان تنصر الله ینصرکم اگه خدا رو یاری کنی خدا شما رو یاری میکنه از این آیات بازم تو قرآن داریم حالا حضرت هم میفرماید که خدا نیازی به کسی که از مال جانش در راه خدا صرف نکنه نداره بله پاسخ همینه که دوستان گفتن هم اولین فعلا تو همون سوال اول چی؟ همون سوال اول دارم پاسخ میدم شما دین از کجا بردید؟ قرض دادن چی؟ به دین خدا قرض بدیم؟ من ذا الذی یقرض الله تنصر الله که گفتی حتما باید دین باشه کلمه دین از کجا بردید شما؟ خب پس مطلب این شد که تو قرآن ما داریم که خدا را یاری کنید به خدا قرض بدید و چیزی از این قبیل تو قرآن داریم آیا معنیش اینه که خدا نیاز داره؟ نه ما نیاز داریم اگر پدر و مادر بچهش میگن که به خاطر من درس بخون به خاطر من کار کن به خاطر من چنین چنین بکن در واقع این به خاطر من معنیش چیه؟ به خاطر خودشه به خاطر خودشه برای اینکه خودش به جایی برسه پدر و مادر چون دلسوزن چون پاره تنشون هست میخوان که یا در همین نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود که در نامه 45 بود الا فانکم لا تقدرون على ذلك گفت شما نمیتونید مثل من باشید فانی قد اکتفا فی تومهی به قرصه و فی لباسی ظاهرا یا به تمره
بعد دنبالش داره که الا فانکم لا تقدرون علی ذلک، شما توان این کارو ندارید که مثل من زندگی کنید، ولکن اعینونی، اعینونی یعنی چه؟ کمکم کنید. اعینونی به ورع و اجتهاد و صداد، به من کمک کنید تا من بتونم شما رو دستونو بگیرم. اعینونی یاری کنید منو. یا جایی دیگه داره میفرماید که انما اخاف علیکم اثنتان، میترسم بر شما، نسبت به شما میترسم. خب اینا در واقع به خاطر اینه که بنده خدا بنده خداست، دوستش داره، نمیخواد مشکلی براش پیش بیاد. فرزند رو انسان دوست داره، میخواد این فرزندش به رشد و کمال برسه، ولذا میگه به من کمک کن، به حرف پدرت گوش کن، به حرف مادرت گوش کن تا به اینجا برسی. کمک کردن به خدا معناش اینه کاری کنیم که خودمون به رشد برسیم. و چون ما بنده خدا هستیم و خدا دلسوز ماست، کلمه دلسوز در عربی چی میشه؟ نه که اسم خدا باشه، تو جلدای جوشن کبیر میخوندید هر شب، حنان صیغه مبالغه، دلسوز، خیلی دلسوز. خدا که دلسوز ماست، خدا که با ما مهربانه، خدا که خیلی ما رو دوست داره، میخواد که ما به جایی برسیم. این کمک کردن خدا به این معناست. و چون کمک به دین یکی از بهترین کارهاست، خیلی از مفسران انتصار الله چی گرفتن؟ دین خدا گرفتن، وگرنه اختصاص به دین نداره. هر کاری که انسان در جهت رشد خودش انجام بده، گویی به خدا کمک کرده به عنوان خالقش و به عنوان آنچه که باعث کمال این مخلوق میشه. خیلی خوب. اما راجع به سؤال دوم هم فرمودن که با دو چیز باید در مال و جانش برای خدا نصیب و بهره باشه. اگر شما از مالتون در راه خدا انفاق کردید، اون قرض الحسنه سی به خدا دادید. اگر از مالتون در راه خدا بخشیدید، در واقع بهره ایست که برای خدا قرار دادید. و اگر انسان از جانش در راه خدا مایه گذاشت، این در واقع بهره ای برای خدا قرار داده. دیشب باز من دیدم که بحث آوردم تو این بحث‌های فرهنگی و گفتم که اگر کسی تو این گروه‌های اجتماعی از دین خدا دفاع کرد، یعنی این مرزهای فرهنگی رو حفظ کرد. این حدیث رو خوندم که علما و شیعتنا مرابطون فی ثغر الذی یلا ابلیس و افاریته و یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. در ادامه داره که امام صادق فرمودن الا فمن انتسب نفسه لذالک افضل من الف الف مجاهد. کسی که تو این سنگر فرهنگی بجنگه، تو این سنگری که حمله کننده ابلیس و عفاریت ابلیسن، شیاطین آمریکا و اسرائیل و نمیدونم اینا از این سنگر حمله میکنن، هر کس خودشو تو این سنگر قرار بده، الا فمن انتسب نفسه، در اینجا تو این سنگر خودشو قرار بده، این آدم از 1,000,000 مجاهد جانبرکفی که در خط مقدم داره جانبرکف می جنگه ارزشش پیش خدا بیشتره. چرا؟ چون امام فرمود این داره از دین شیعان ما دفاع میکنه، اون داره از بدنشون دفاع میکنه. برفرض داعش اومد بدنها رو از بین میبره، ایمان رو که نمیتونه از بین ببره که. اما آمریکا داعش هم همونجا دیشب من گفتم که خودش محصول شما اون طرف سوال کرده بود که اگه کسی با داعش نجنگید دیگه مؤمن نیست، سوالش این بود. داعش هم در واقع مولود نامشروع آمریکاست. پس این جهاد فقط جهاد با جهاد اصغر نیست، گرچه اونم خودش جهادیست، بلکه جهاد اکبر خیلی بزرگتر است از جهاد اصغر. جهاد فقط جهاد از کنم با مال و با جان مادی نیست، جهاد فرهنگی خیلی بزرگتر است. تو همین فرماشات حضرت فکر کنم داشته باشیم که حضرت فرمودن که هر جهاد هر جهادها با هم فرق میکنه،
پس مراد از این بهره قرار دادن در جان و مال انواعی داره. گاهی انسان از سرمایه علمیش استفاده میکنه، گاهی از سرمایه آبروش استفاده میکنه، گاهی از سرمایه بدنش استفاده میکنه، گاهی از سرمایه مالش استفاده میکنه. همه اینها برای خدا نصیب قرار دادنه.